مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چرا وقتی میدونن که شما یا آقای حیدری پناهنده شدی چرا تکذیب میکنن؟ علتش چیه؟ من چرا راحت نمیان بگم بله دیپلمات ما به دلایل پناهنده شد، اتفاقی که ممکنه خیلی جای دنیا بیفته. خب این چیزیست که برای اینها خیلی سخت پذیرفتنش، چون مخصوصا که ما از کارشناسانی بودیم که از به اصطلاح تربیت شده خود دانشکده وزارت امور خارجه بودیم. خب برای اینها خیلی سخت بود که بپذیرن که از داخل این سیستمی که خودشون تربیت کردن، کما اینکه در کشور ما جوانانی که امروز بلند شدن دارن میگن ما نمیخوایم شما رو، بر توی خیابون‌ها فریاد میزنن که اگر پدر مادر ما اومدن گفتن رأی جمهوری اسلامی ما نمیخوایم، اینها ما هم به اصطلاح اینها براشون خیلی سخت بپذیرن کسی که خودشون تربیت کردن، جوانانی که خودشون تربیت کردن تو دبیرستان‌ها و مدرسه، حالا بنام توی خیابون‌ها میگن ما شما رو نمیخوایم. خب این فرقش اینه، برای اینها سخت بود که بپذیرن. بله میفهمم. منظور من اینه که به هر حال جوانان در ایران یه وضعیت دارن، شما دیپلمات هستین، آقای حیدری دیپلمات هست، معلوم میشه یعنی پس فردای اون روزی که فرض کنید آقای سخنگوی وزارت خارجه تکذیب میکنه میگه ماموریتشون تموم شد به ایران برمیگرده، معلوم میشه که این دروغه چون شما در اونجا هستید. خیلی ها میگن که این فرصت میخرن که با دیپلمات‌های مثل شما وارد مذاکره بشن. آیا اومدن بعد از اینکه شما اعلام پناهندگی کردید سراغ شما بگن برگردید ایران، ما برای شما اله میکنیم، بله میکنیم، فرش قرمز میندازیم؟ یا من 4.5 سال پیش که اومدم توکیو، وقتی که جمهوری اسلامی متوجه شد که من از کشور خارج شدم، اینها کل واقعا سفیر رو تنها ماموریتی که ازش خواستن این بود که یک جوری من رو کنترل کنه و برگردونه. آقای سفیر اون زمان با هر وسیله‌ای با دولت ژاپن مذاکره بکنه و مشکل من همین بود که اینا مدام دنبال من، هتل به هتل، من 6 ماه از این هتل به اون هتل، واقعا بچه ها رو ببرم که از شر اینها خودم رو خلاص کنم، اینها مدام منو پیدا میکردن و میمدن. هیئتی از ایران اومد و باز اومدن گفتن هیئت اومده با شما صحبت بکنه که شما برگردین. آقای سفیر، آقای محسن طلایی که الان معاون وزیر خارجه هستن، گفتن شما مطمئن باش برمیگردی تهران سر کار خوده. ولی خب من میدونم وقتی یه جوان بیگناهی در ایران که هیچ گناهی نداشته، فقط حالا یک ایمیلی زده بوده یا مثلا فرد بفرمایید که با یک کسی صحبتی کرده بوده میگن اعدام میکنن، یا خود کارمندان وزارت اطلاعات که در وزارت امور خارجه با ما توی یه اتاق بالا آشنا بودیم، با هم صحبت میکردیم، در سفارت با هم دیگه شبها شامی با هم بودیم صحبت میکردن، که واقعا کسی رو برای من تعریف میکردن اینها در زندان اوین زیر شکنجه کشتن، که ایشون فقط روحانی بوده که گفته آقای منتظری رو اگر باش رفتار این چنینی بکنین به نفع اسلام و خود روحانیت نیست. همین یک کلام حرف باعث شده بود که ایشون رو دستگیر کنن. خود بچه های اطلاعات میگفتن اینقدر این رو شکنجه کرده بودن که زیر شکنجه ایشون جان داده بود. وقتی برای یک کلام حرف یک کسی که دلسوز بوده، واقعا از روی سوز دل گفته بود، حتی یکی از بچه های اطلاعات میگفت که قمخی شما بوده، ما میشناختیم، ایشون آدم خلوص نیت داری بود. اینها با یک آدمی که از خودشون لباس روحانیت داره چنین برخورد میکنن، مطمئنن وقتی مثل منی باشون مخالفت کنه اگه دستشون برسه که دیگه چیزی از ما باقی نمیزن. خب وقت ما کمتر از حدود 5 دقیقه داریم. خانم داودی هم پرسشی دارن، بفرمایید خانم داودی. آقای اسلامی، من میخواستم از حضورتون سوال بکنم که واقعا در چند سال گذشته ما شاهد بودیم که تعداد زیادی از کارمندان وزارت خارجه منتظر خدمت شدن، بازنشسته شدن، به حاشیه رونده شدن. شما از وضعیت این افراد چه اطلاعی دارید؟ به هر حال رفقای زیادی دارید که این وضعیت رو دارن امروز تحمل میکنن، چه اطلاعی از وضعیت اونها امروز دارید؟ به طور فشرده بفهمین، چون من پرسش های دیگه هم داریم آقای اسلامی، وقتمون کم. بفهمین. بله ببینید، از
همین تو که گفتم در وزارت امور خارجه این سیاست خارجی واقعا غلطی که اجرا میشد، بسیاری از کارشناسا دوستان ما واقعا به مرور زمان کنار کشیدن، حتی بعضی ها اصلا رفتن خارج از کشور موندن و بر نگشتن، مطابق به خاطری که اون جو و خفقانی که اون زمان بود اینها خودشون مطبوعاتی نکردن و صداش در نیومد. و منم که اومدم ژاپن، در اینجا در اثر فشاری که دولت ایران رو دولت ژاپن گذاشت، اینها هر فشاری که داشتن ژاپنی ها رو ما گذاشتن که ما رو از ژاپن بیرون کنن، دیپورت بکنن، و به خاطر همین فشارها اون دوستان و همکاران ما خیلی هاشون بودن که کنار کشیدن و صداشون در نیومد، مثلا آقای اسدی نیا، آقای امید مهر و بعضی از دوستان در کانادا هستن، آقای حیدری، خود من، آقای درویش رنجبر، خیلی کنار کشیدن. و بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد که بسیار از دیپلمات ما دستگیر شدن، آقای محسن امینزاده که معاون وزیر خارجه بودن، ایشون یه زمانی بسیار از همین کسانی که در وزارت امور خارجه وزیر شدن، معاون وزیر شدن، اینها پیش آقای امینزاده باید وقت میگرفتن میرفتن، بعد الان ایشون در زندان هستن. لذا بسیار از همکاران ما کنار کشیدن، ولی به خاطر جد خفقان اون زمان صداشون در نیومد. اما آقای اسلامی، گفته میشه که سفارت سبز، شما آقای حیدری که مبتکرش هستن، آقای حیدری و شما تشکیل دادید در همراهی با جنبش سبز، چه اقداماتی؟ بله. اثراتش در عرصه سیاست بین‌المللی برای ایران. جناب شالنگی، ببینید، ما بعد از اینکه آقای حیدری اعلام کردن که به مردم پیوستن و اون نامه منم پس از 3 سال و نیم، نزدیک 4 سال، نامه از من منتشر شد و مطبوعاتی شدم، مردم فهمیدن که یک دیپلمات دیگه هم 4 سال و نیم پیش اومده ژاپن، و از اون طرف آقای امید مهر بودن، آقای درویش رنجبر بودن، ما با هم همکاری کردیم این کمپین سبز سفارت رو که آقای حیدری بنیانگذاری کردن. این یک سال گذشته فعالیت‌های خوبی داشته، با بسیاری از حقوقدان‌ها صحبت کردن، ایشون در اروپا و همینطور با بسیاری از دولت‌های اروپایی صحبت کردن، و امروز به من اطمینان دادن که اگر هر کدوم از همکاران ما امروز بخوان به مردم بپیوندن با فعالیت‌هایی که آقای حیدری در اروپا کردن به همراه آقای امید مهر، الان آغوش مردم و آغوش دولت‌ها برای پذیرفتن اینها باز هست و هیچ مشکلی برایشون پیش نخواهد اومد. کما اینکه اخیراً به من خبر دادن که چند تا از همکاران ما اعلام کردن که میپیوندن یا پیوستن به مردم، الان در حال جابجایی اینها به جای امن هستن و مطمئن باشن همکاران من. من خواستم در اینجا از فرصت استفاده بکنم به همکارانم بگم، همکاران عزیز، همه شما به خوبی میدونید و خوب هم میدونید که این نظام چه نظام استبدادی است و کشور ما رو به چه بدبختی کشوندن. لذا بیایید مثل واقعا مثل ابراهیم که از طاغوت روی برگردوند و داخل آتش نمرود رفت و آتش برش گلستان شد، یعنی واقعا وقتی ما اومدیم خارج از کشور و از این دست خودمون رو، از اون خونی که اینها میگیختن شستیم و خودمون رو از این سیستم کنار کشیدیم، واقعا امروز میبینیم که این آتش نمرود بر ما گلستان شده. الان ما واقعا احساس میکنیم شادترین انسان روی زمین هستیم به خاطر اینکه تونستیم خودمون رو از اون سیستمی که این همه جنایت هایی که خود ما با پوست و گوشت استخونمون درک میکردیم، همکاران ما در وزارت اطلاعات در وزارت خارجه بودن به ما شرح میدادن که در وزارت اطلاعات در زندان نگین چی میگذره، چه بلایی سر این جوانهایی که دستگیر میکنن میارن، و ما مجبور بودیم در خارج از کشور تلکس برای ما بیاد بگیم اگر خانم زهرا کاظمی در زندان کشته شد، ایشون خودشو کشت، اگر خانم زهرا، دکتر زهرا بنی یعقوب، یک دانشجوی نخبه، یک پزشک نخبه رو اینها بدون هیچ گناهی دستگیر میکنن، میبرن داخل زندان، شکنجه میکنن یا تعدی میکنن، میکشن، ولی قاضی حق نداره حتی پیگیری کنه که چه کسی این رو کشته. خب این خونهای به ناحق ریخته شده، ما وقتی تبلیغات میکنیم، وقتی آقای منوچهر محمدی و برادرشون اکبر محمدی زیر شکنجه بودن، به ما میگفتن بگین اینها اخلالگر هستن، خب ما در خون اینها شریک هستیم. لذا من از همکارانم خواهش میکنم واقعا هر چی سریعتر خودتون رو کنار بکشین، نمونین در این سیستمی که خون این به ناحق ریخته این جوانها دست شما و بر گردن شما هم باشه.